الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. کوری آمد وسط سهم تو بینا برگشت، یک زن ویلچری روی دوتا پا برگشت. کافری تا به ذریح تو نگاهش افتاد، سجده ای کرد سپس شیعه مولا برگشت. خسته بود از همه آینه ها تا این که زشت آمد، متحول شد و زیبا برگشت. زائری گفت چرا عشق ندارم آقا؟ نگهش کردی و با دیده دریا برگشت. یک جوان حاجتش این بود که زن میخواهم، رفت تا این که شبی پیش تو بابا برگشت. جبرئیل آمده بود از وسط عرش حرم، دو سه تا فرش تکان داد و به بالا برگشت. صلی الله علیک یا سلطان علی ابن موسی رضا. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین تلویزیون جهانی هادی. خوشحالیم که باز هم توفیق حاصل شد تا در خدمت شما باشیم، اما این بار از کنار مسجع شریف و نورانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. و انشالله شما عزیزانی که این صحنه رو مشاهده میکنید و دلتون در مشهد رضاست، انشاءالله توفیق زیارت حضرتش با معرفت به همه ما و شما عنایت شود. در خدمت استاد محترم هستیم، حجت الاسلام و المسلمین آقای رسولی، به رسم برنامه سه شنبه ها با موضوع احکام. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما از کنار مسجد شریف و نورانی علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثنا نائب زیاره همه شما هستیم. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. ایام رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت مظلومانه سبت اکبرش امام مجتبی علیه السلام و شهادت غریبانه امام رضا علیه آلاف التحیه و الثنا را خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. با امیدوار هستم که خدای تبارک و تعالی شفاعت این بزرگواران را بهره و نصیب همه من و شما ان شاء الله قرار بدهد. نائب زیاره شما خواهیم بود. در خدمت رسیدید. خیلی خوش آمدید استاد. سلامت باشید. خوش هستید از خدمت شما همچنین. ایام سوگواری آل الله را سلامت باشید. ان شاء الله که دعای هزاران ان شاء الله شامل حال ما و شما شود. خب البته شاید ما باید از بینندگان عزیز عذرخواهی کنیم، ولی خب شرایط پخش زنده به این صورت دیگه، اگر صدا کیفیت صدا کمی نامفهوم است میبخشید انشالله. استاد سوالاتی روان شده و ما انشالله که از محضرتون استفاده میکنیم. بینندگان ما منتظر شنیدن جوابهایشون هستن و بلندتر صحبت میکنم. بسیار خوب است، چون من نیاز دارم که شما بلندتر صحبت کنیم. بله. مثبت 98-935، چهار نمبر آخر 19-98. بیننده محترم ما از جمهوری اسلامی ایران سوال کردن، برخی افراد گاهی نماز میخوانند، یگان وقت نماز نمیخوانند.
آیا نمازایی که بعضن میخوانن آیا قبول میشه یا نه به خاطر که خب بعضا خونه میخوانن؟ خدمت شما و عزیز بیننده عزیز باید عرض کنم خب در جوار علی ابن موسی رضا علیه السلام هم هستیم، یادی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم هم شد، یادی از سبت اکبرش امام مجتبی علیه السلام هم شد و همه از این بزرگواران اخصا رسول مقبول صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به تأثیب قرآن اولین سخنشان این بود که باید نماز خوانده شود. نماز جناب حسینی بزرگوار از او واجبات است که در هیچ شرایطی نباید انسان نماز چی کنه؟ قضا کنه و نماز نخوانه و نماز سبک بشماره. خدای نخواست خود ما روایت هم داریم زیاد، از جمله از امام صادق علیه السلام میفرماید شفاعت ما به کسی که نماز را سبک میشماره نمیرسه. او کسی که نماز نمیخوانه، یک وقتی میخوانه یک گاهی نمیخوانه، او خوبا شرایط خاص خودش داره. حتی میفرمایند که اگر انسان استاده نتونست نماز بخوانه باید نشسته نماز بخوانه، نشسته نتونست خوابیده بخوانه به پهلوی راست خودش بخوانه، به پهلوی راست نتونست پهلوی چپش بخوانه، نتونست به پشت بخوابه و حتی اگر نماز نتونست بخوانه با اشاره چشم نماز بخوانه، اگر حتی با اشاره چشم نشد نماز بخوانه با اشاره قلب انسان نماز باید چیه بخوانه. پس وظیفه ما در وهله اول ایست که باید حتی در سخت‌ترین شرایط نماز برپا بداریم، آنگونه که امام حسین علیه السلام در ظهر روز عاشورا نماز خواند و به جماعت هم خواند تا درسی باشه برای ما تا قاف قیامت و آینده تاریخ را. حالا اینکه خدای تبارک و تعالی اون نمازهایی که بعضی وقتا میخوانه قبول میکنه یا قبول نمیکنه دیگر خدای تبارک و تعالی میدانه، ولی ما شرط بندگی ما ایست که در هر شرایط باید نماز چکار کنیم؟ بخوانیم. روایت ما نسبت به اهمیت نماز زیاد داریم که این قبلت قبل ما سوا، این ردت رد ما سوا. اگر نماز قبول شد بقیه کارا انسانم از جمله زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام، زیارت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، زیارت کربلای محلا، عتبات عالیات که در این ایام خیلی از مشتاقان خب مشغول زیارت هستند. پس اگر نماز قبول شد اونا قبول می شود، اگر خدای نخواست نماز رد شود خب دیگه قطعا او عبادات هم رد خواهد شد و نص صریح روایت از معصوم صلی الله علیه و آله و سلم. پس باید ما امیدوارانه نماز بخوانیم، حالا قبولیش دست الله پاک است، قطعا انشاءالله قبول میکنه خود خدای تبارک و تعالی. خدا ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا، دعا کنید تا استجابت کنم شما را. این برداشت نباید پیش بیاید، برای شاید یک جهتی سوالی بوده کسی میگه خب من خواهی یکان وقت میخوانم یکان وقت نمیخوانم، خواهم اون نخوانده شمش نخوانم. نه خیر جناب سیدی، این مثل از این واریست که یک شخص یک وقت آب میخوره یک وقت دیگه آب نمیخوره، حتی قیاس مع الفارقه، ولی قیاس میکنیم به خاطر از این که به ذهن بینندگان عزیز ما بیشتر و راحتتر این مطلب بشینه. یک شخصی هست یک وقت آب میخوره یک وقت آب نمیخوره، یک وقت نان میخوره یک وقت نان نمیخوره، آیا میتونه بگه که خود دیگه ما بخی آب نمیخورم بخی نان نمیخورم و از گرسنگی میمیره؟ و شخصی هم که یک وقت نماز میخونه وقتی دیگه نماز نمیخونه بگه بخی من ارتباط قطع میکنم، قطع شدن از این ارتباط مساوی است با هلاکت، ناامیدی. بله بسیار همینطور که اشاره فهمید استاد، خب سیل عاشقان در این روزها در عتبات در چرخش و در گردشن. امروز یکی از زوار علی ابن موسی رضا علیه السلام دیدم که از ایالت ویرجینیا آمده بود، اول به مکه مکرمه مدینه منوره عتبات آمده و در بین، بعد میگفت که من همین زیارت را که انجام دادم 12 معصوم خلاص کردم. ماشاءالله عجب الحمدلله توفیق هستش که در این ایام انشاءالله که همه عزیزانی که زائر هستن ما را هم از دعای خیرشون فراموش نکنن. مثبت 9377 4 نمبر آخر 7041 بیننده ماست که سوالشان است، انسان گاهی از اوقات هنگام نماز خوندن یگان کلمات و از کار نماز فراموش میکنه، آیا این نماز صحیح است یا نه؟ البته سوال این بیننده ما به صورت کلی است، یعنی وارد جزئیات نشده. اگر انسان در هنگام خواندن نماز رکن را فراموش کنه و یا غیر رکن را فراموش کنه فرق میکنه قضیه. اگر رکن را فراموش کنه
مثلا رکوع رو فراموش کنه و نماز باطله. چه فراموش کنی، چه شما عمدن رکوع رو انجام ندی، چه سهوا انجام ندی، نماز باطله. چرا؟ چون رکن رو شما انجام ندادی. یا دو سجده رو با هم که یک رکن حساب میشه این رو فراموش کنه، یا تکبیرات الاحرام رو فراموش کنه، یا نیت رو فراموش کنه، خب اینا کلی از اینا نماز چی میکنه؟ باطل میکنه. و اما اگر غیر رکن فراموش شوه، مثلا از باب مثال ما مثال میزنیم، طرف میگه که دو رکعت نماز صبح میخونم الله اکبر، یادش میره نه حمد میخونه نه سوره را، مستقیم میره در رکوع، مستقیم در رکوع گرفتی دیگه، رای برگشت نداری. حتی اگر در رکوع یادت بیاید یا بعد از رکوع یادت بیاید، رای برگشت نداری که شما برگردی و حمد و سوره را بخوانی، چون فراموش کردی. و ای از جمله رکن نیست، نمازت مشکل نداره. یا شما در رکوع رفته خم شدی به اندازه رکوع، اما ذکر رکوع رو نگفتی، یادت رفته، بعدا یادت میاد، خب نماز باطل نمی کنه. یا مثلا شما تشهد نماز یادت رفته، در رکوع دوم، در رکعت دوم بعد از اینکه از سجده دوم خستی، خب این انسان تشهد بخونه، تشهد یاد انسان میره، همین تو بالا میشه برای رکعت سوم، در رکعت سوم یادش نمیاد، در رکوع رکعت سوم یادش میاد که جایم دیگه برای برگشتن نیست. دیگه این تو جاها نماز اشکال نداره. پس فرق است بین رکن و غیر رکن. رکن در رکن باطل است نماز، اما غیر رکن خدمتتون عرض کنم باطل نیست. البته اگر جایش هنوز تیر نشده باشه باید برو چی کنیم؟ میتونم پسوره بله ادا کنم. مثبت 93-76 4 نمبر آخر 81-87 بیننده محترم ما سوال کردن اگر شخصی از وطن خود کوچ کنه و بعد از مدتی دوباره به وطن خود باز میه، تکلیف نماز و روزایش قبلا اینجا وطنش بوده، چند سباهی چند ساله در جای دیگه داره پس آمده. دهی که انسان از وطن خودش کوچ میکنه، حسین بزرگوار و بینندگان عزیز، دو حالت داره. حالت اولی است که انسان وقتی از وطن کوچ میکنه، مثلا وطن ما کابل است، در کابل به دنیا آمدم، زندگی کردم، مدتی در کابل بودم و به عنوان وطن کابل انتخاب کردیم، حالا از کابل میخوایم کوچ کنیم بریم غزنی. دو حالت داره. حالت اولی است که ما از کابل اعراض میکنم، یعنی میگم دیگه ما به هیچ عنوان برای زندگی کردن در کابل نمیایم دیگه، ما و کابل خدا حافظ، ما را به خیر کابل و سلامت، التماس دعا خدا حافظ. این میگن اعراض، یعنی روی گردانده. اگر این رقم باشه، حالا از کابل اعراض کرد و رفت غزنی زندگی کرد، یا در مزار شریف یا هرات هر کجای دیگه، باز اگر مسافرتش خورد یک چند سبای آمد در کابل، اگر قصد اقامه در روز کرد که نمازش کامل میخونه، اگر ماه مبارک رمضان هم بود که روزه میگیره، اما اگر که نه در روز اقامت نکرد، 3 روز 4 روز اقامه کرد، چون از کابل به عنوان وطن اعراض کرده مسافر حساب میشه و نمازایش باید در اینجا بشکنانه، شکسته بخونه، و اگر ماه مبارک رمضان هست روزه گرفته نمیتونه. ولی اگر اعراض نکرده، گفته خب کابل وطن ما هست، حالا میریم یک وطن دیگه، یه جای ملک خریده، زمینی خریده، به هر حال دکانی خریده، سوداگری میکنه، میرم مثلا میرم غزنی یا مزار شریف یا قندار یا جای دیگه. این شخص چون از کابل شریف که وطنش شریف به اون به اون خاطر میگیم، از کابل اعراض نکرده، هر وقت به کابل بیایه، ولو یک روز بمانه، ولو نصف روز بمانه، 5 روز 4 روز هر چی بمانه، نمازش کلا تمامه و در ایام ماه مبارک رمضان هم میتونه خدمت شما کنم، روزه بگیره، هیچ مشکلی نداره. و امیرم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنم که انسان میتونه چند وطن داشته باشه، یعنی هیچ مشکلی در این زمینه نداره. بله. اگر این شخص استاد احراز هم نکرده، ولی اینجا هم هیچ مال و منال و کدام مولی مولی هم نداره، بازم فرق نمیکنه؟ اصلا جناب حسین صاحب، داشتن مال، منال، مل، جایداد، زمین، خانه، اینا مهم نیست. ممکنه این کابلش وطنش بوده، اما هیچ ملکی نداشته، کلگی در کانه چی میشیشته؟ کرایی یا گروی میشیشته، ولی کابل و عنوان وطن خودش چی کرده؟ انتخاب کرده، بعدم که دوباره به می وطن برمیگرده مسافر حساب نمیشه. بسیار عالی. و اما مثبت 93-77 4 نمبر آخر 10-32 بیننده عزیز ما که سوال کردن
در چه فرضی نماز جمعه از نماز ظهر کفایت میکنه؟ یه نیاز نماز خدمت سورس. شما و بینندگان عزیز باید عرض کنم نماز جمعه دارای آداب و شرایط خاصی داره که برخی از مراجع میفرمایند که مثلا از جمله که به اذن حاکم شهر باید خوانده شود، تعداد 5 نفر بیشتر در نماز جمعه حضور داشته باشند که اینا مسافر نباشند، زن نباشند، 5 نفر باشند با امام که نماز جمعه چی شود؟ منعقد شود و بین دو تا نماز هم فاصله به اندازه 2 فرسخ نباشد، به اندازه 1 فرسخ نباشد، یعنی در فاصله زیر 1 فرسخ هم دو تا نماز خوانده نشود. اگر نماز جمعه دارای این شرایط بود، شرایط کامل بود و خوانده شد، دیگه از نماز ظهر چی میکنه؟ کفایت میکنه. شخص لازم نیست که نماز ظهر را بخونه. بسیار تشکر میکنم استاد محترم. به همراه استاد محترم و بینندگان عزیز میریم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همراه ما باشید. دلم به یاد تو امشب لبا لب از شور است، دلم به یاد تو امشب لبا لب از شور است، تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است؟ هنگامه رنج و غم و ماتم شده امشب، گریان ز غمی دیده عالم شده امشب، آهنگ سرشکم که رسد بر لب مژگان، با این دل سودا زده همدم شده امشب. فلک را رکن آرامش شکسته، زمین از اشک غم در گل نشسته، ملائک جمله در جوش و خروشند، خلایق جمله از ماتم خموشند. مدینه شد ز داغ مصطفی بیت الحزن امشب، فضای عالم هستی بود غرق محن امشب. مکن ای آسمان، مکن ای آسمان روشن چراغ ماه را، کسکین چراغ لاله شد خاموش در صحن چمن امشب. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ذکر ورود به حرم های شریفه اهل بیت علیهم السلام هست جمله. خب استاد محترم ادامه سوالات داشته باشیم تا ببینیم وقت چقدر اجازه میده. سلامت باشین ان شاء الله. مثبت 93 78 48 93. سوال کردن که من گاهی از اوقات در جای قرار میگیرم که آب برای وضو گرفتن پیدا نمیتونم و تیمم میکنم، آیا این نمازها را باید من به صورت قضا بخونم یا نه؟ سلام مجدد خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نایب زیارتان ان شاء الله هستیم، جور و صحتمند باشیم. اگر شخص این مثلا مثل این نفری که آب نیست، یا یک نفر دیگه است که آب موجود است اما برای بدنش چی داره؟ ضرر داره، و برای این شخص فقط و فقط واجبه که چی کنه؟ تیمم کنه. شخصی که با نبود آب، مثل همین فرض مثال ما، یا ای که آب برای بدنش چی داره؟ ضرر داره، اگر تیمم کنه وظیفهش اون زمان تیمم کردن بوده، بنابراین اگر بعدها آب هم پیدا کنه لازم نیست که باز دوباره وضو بگیره و نمازهایی را که با تیمم خوانده قضا کنه. چرا؟ چون در همون شرایط وظیفهش عمو بوده و به وظیفه خودش کرده عمل کرده. بسیار عالی. مثبت 93 78 57 85. سوال کردن که در جای ما
یک رقم نظری مرسوم است که زنان این نظر خواهران انجام میتن و میگن که هیچ کدام از مردا نباید این نظر بخورن، یا بعضی ها میگن حتی ببینن. آیا چنین نظرهای صحت داره یا نه؟ جناب حسین عیسی بزرگوار و بینندگان عزیز، خب بله، در وطن به جای ما هم این قضیه بود، نظرهایی بود که خانما پوتکی انجام میدادن و خودشان میخوردن و به مردان نمیدادن. اگر ما اینو منتسب کنیم به اسلام عزیز که بگیم اسلام چنین نظرهایی را به اصطلاح تشریع کرده، گفته چنین نظرهایی را، خب نیست، قطعا نیست. گپا اصلا اسلام چنین گپی نداره که نظر باشه و مخصوص خانما باشه و مرد تا مردا پخته شده نظر نبینن. ولی یک نکته رو باید فراموش نکنیم و اون نکته ایست که بستگی داره که شخص چه رقم نظر کرده باشه، یعنی صیغه نظر چه رقم خوانده باشه. اگر صیغه نظر را خانم با همون شرایطی که هست، با اجازه شوهر و دیگه و از مال شوهر، اگر از مال خودش هم با اجازه شوهر گرفته باشه، این رقم نظر کرده باشه که نظر میکنم برای خدا، یعنی در هر زبانی، در زبان خودش میتونه دیگه، نیاز نیستش که این صیغه نظر و زبان مثلا عربی حتما خوانده شود. بله، زبان نظر میکنم برای خداوند که فقط این نظر مخصوص خواهران باشه. این رقم این نظر منعقد میشه و باید طبق همین نظر هم چی شبه؟ عمل شبه. عمل شبه. ولی در اسلام که بدون از اینکه کسی نیت کنه و صیغه نظر بخونه، چون این نظر موجود نیست. پس او به نیت نظر کننده برمیگرده که اگر این رقم نظر کرده باشه، بله دیگه آقایون نباید استفاده کنن. چرا؟ چون نظر مخصوص خوردن، این نظر مخصوص کی قرار داده؟ خواهران. بله. بسیار عالی. و اما مثبت 93 97 4 نمبر آخر 31 35 بیننده محترم ما که از سوالشان معلوم میشه که خب مشرف هم شده بودن به زیارت عتبات، خدا قبول کنه انشالله. بنده مهری از زیارت کاظمین علیهم السلام در جیب مانده و تا خانه را در مقصد شهر شهری که بوده آمده روی همین مهرم نماز خوانده. آیا این برنامه نمازا حکمش چی میشه؟ این نماز های سعیست یا نه؟ و ای که این مهر با چکار بود؟ اولا که این مهر شخص که برداشته غصبی نیست، این عدوانن و از روی دشمنی و از روی زور گرفتن نبوده، مهر خوانده یادش رفته در جیبش و با همی مهر نماز خوانده. بنابراین مهر غصبی نبوده، نمازایی هم که خوانده مشکلی چیه نداره. در اسرع وقت این مهر را در یکی از حرم ها بگذاره، حرم امام رضای مشرف میشه. فرق اگر که نه فرق نمی کنم، اصلش که باید در کاظمین مهر برده شود، اما خود زمینه ای نیست دیگه. اگر زمینه ای نیست که مهر در کدام مسجد چیزی میشه، اگر حرم ائمه باشه، اگر هم نبود یک حسینیه یک کدام مسجدی، مهر را به اونجا بگذاره استفاده شود و هیچ تشویشی هم به خاطر نمازایی که خوانده هیچ تشویشی نداشته باشه. بله. بسیار مثبت 93 77 67 03 بیننده عزیزمان که سوالشون در مورد نماز شب است، که خدا به همه ما توفیق نهد بده انشاءالله، آیا نماز شب را قبل از نیمه شب میشه خوند یا نه؟ اتفاقا حضرت آیت الله العظمى سیستانی کار برای آدمای تنبلی مثل ما راحت کرده. حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرماید که اصلا اصل نماز شب وقتش اما اول شب، یعنی شما نماز مغرب عشاء را که خواندی، یعنی می که شب شد وقت نماز شب هم چی میشه؟ آغاز میشه. من دای مراتب ای که نصف شب برسه فضیلتش بیشتره، ای که هرچی به نماز صبح نزدیکتر شبه فضیلتش بیشتره، ثوابش بیشتره. ولی کسی که نماز شب را در اول شب بعد از نماز مغرب عشاء بخونه، از نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانی نماز شب در تایم و در وقت خودش خوانده و هیچ جای تشویش هم نیست. انشاءالله این بیننده عزیز اگر صدای ما را میشنوه و صدای ما را در این غال مغال و سرصدا میشنوه، انشاءالله ما را میبینه و صدای ما را میشنوه، ما را در نماز شب خودش رو شما دعا کنه انشاءالله. انشاءالله. و اما سوال بیننده عزیز ما به نمبر مثبت 93-74 1252 است که شخصی نذر کرده بوده که هر سال
در راهپیمایی 40 شرکت کنه، نصب کرده بودم. ولی سالی که گذشته به خاطر حالا مشکلاتی داشتم، مریضی داشته، نتونسته شرکت کنه. هیچ تکلیفی داره. میگن که لیس للانسان الا ما سعی، نیست برای انسان مگر او چیزی که تلاش میکنه، یا لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند تکلیف نمیکنه افراد را مگر به اندازه وسع و توانی که داره. خب ولی اگر صحت و سلامت می بود، خدا مشکلات گرفتاری نمی داشت، باید به نظر خودش چی میکرد؟ عمل میکرد. ولی حالا که بیمار است و خدای تبارک و تعالی در این تایم سلامتی را از او حالا به هر علتی به هر فلسفه‌ای گرفته، خب چیزی به گردنش واجب نیست و از این زمینه هیچ تشویشی نداشته باشه. بسیار عالی. مثبت 93-70-46 بیننده از ما که سوال کردن، این کشیدن سود روی اجناس هم برای کسایی که جنس سودا میکنن تا چقدر حلال هست؟ آیا اندازه خاصی معرفی شده؟ مثلا چند فیصد میتونن که در سری پیسه بکشن؟ اسلام عزیز فیصد تعیین نمیکنه، نمیگه مثلا 10% یا 15% یا 20%. معمولا عرف بازاره، هرچی که عرف بازار باشه و سر از اجحاف و ظلم در نیاره، اسلام او را تاییدش میکنه. آنچه که در بازار است بین مسلمانان، در بازار مسلمانان عرف است، حالا 20%، 15%، 25%، هرچی که است، به شرطی که گفتیم اجحاف و ظلم به مشتری نشود، اشکالی نداره. حالا میخوای 1% باشه، میخوای 20%، هرچی که. حالا شاید این سوال باز به ذهن ازم بیه که همین منبع و میزان اجحاف چه رقم مشخص میشه؟ یکی از راههایی که انسان میفهمه این کار ظلم است یا ظلم است، خودش جای مشتری قرار بده. حضرت علی علیه السلام میگه اجعل نفسک میزانا، خودت میزان قرار بده. آیا اگر 50% روی جنس کشیده شوه یا 100% روی جنس کشیده شوه شما راضی هستی؟ اگر میتونی خودت راضی کنی که طرف با 2 برابر قیمت به شما بفروشه یا با 50% به شما بفروشه، میتونی خودت راضی کنی؟ قطعا ظلم نیست، ولی نمیتونی خودت راضی کنی. و بیشتر از 20%، 25%، 15% انسان نمیتونه خودش راضی کنه. میگه چرا گران فروشی میکنی؟ پس وقتی که شما اگر جای مشتری باشی دوست نداری گران بخری، پس به مشتری هم گران سودا نکن. اما زیادی سوال پروبال نتو استاد، باز شاید اگر این طرز فکر باشه که خب یک جایی هستش که مثلا جنس خیلی آوردنش سخته، یا یک جای شما قرار گرفتین که دیگه دکان دیگه نیست، مجبورین از اینجا خرید کنین، حالا کسی هم که آورده به سختی آورده اونجا، و شما راضی هم هستین، میگه آقا بیت خیره همودم 2 برابر هم هستش، بیت من راضی هستم. این از لازم در شرایطی که جنس به سختی آورده میشه، تمام از اون سختی ها خب روی جنس قطعا لحاظ میشه. اما جنس به سختی نیاورده را شما با جنسی که به سختی آورده میشه و شما به فروش برسانی، واقعا چیه؟ ظلم است. یا جنس همی الان است به خاطر بالا و پایین رفتن اسعار و پول ها بالا و پایین میره، بعضی وقتا میگه این خرید قدیم است، ارزان خریده. اما همون خرید قدیمی که ارزان خریده او رو گران میته. میگه چرا؟ میگه چون الان گران شده. او مسلمان، تو او رو خو ارزان خریده بودی، ارزان بفروش، بعدن که باز گران خریدی باز گران بفروش. کسی خدمت شما هست کنم که به شما ایراد و اشکالی وارد نمی کنه. بسیار بسیار. ما کمتر از 5 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه. خب در شب و روز ها برنامه های مناسبتی هم زیاد است. یک سوال دیگر ما از محضرتان پرسان میکنیم و بیننده محترمان به نمبر مثبت 93-70-4 نمبر آخر 68-79 که امیدوارم که الان پای تلویزیون و رسانه باشن و سوالشان که مطرح میشه را بشنون. مرد با زن ازدواج کرده و او زن از ازدواج قبلی خودش دختری داشته و این مرد هم از ازدواج قبلی خودش بچه داشته، آیا این دختر و بچه میتونن با هم ازدواج کنن یا نه؟ بسیار سوال خوبی است. زندگی هم بسیار شیرین میشه این رقم. بله، پدر با مادر ازدواج میکنه، پسرم با دختر ازدواج میکنه، هیچ مشکل شرعی هم در این زمینه نیست. گرچه اون دختر با قبل از اینکه با پسرم با پسر ازدواج کنه، با این پدر محرم است، ربیبه از حساب میشه، ربیبهش حساب میشه با پدر فقط محرم و اون مادر، مادری که فعلا
با او دختر چی؟ با او پسرم محرم حساب میشه چون مادر اندرش است. بله. ولی بین این دو تا پسر و دختر هیچ رابطه ای نیست. هیچ رابطه ای نیست و اسلام عزیز با ازدواج بین این دو تا رابطه زن و شوهری رو چی میکنه؟ برقرار میکنه. بله مشکل بسیار عالی. تشکر میکنم استاد محترم. در پایان برنامه در حق ما و بینندگان ما ان شاء الله یک دعا بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به همه ما و به همه مشتاقان توفیق زیارت قبر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، ائمه بقی، عتبات عالیات عراق و قبر پرنور علی ابن موسی رضا علیه السلام را بهره و نصیب همه ما بگردان. در عقبا شفاعت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، ائمه معصومین را بهره و شامل حال همه ما بگردان. ظهور قطب عالم امکان مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف را معجل فرما. ما را از رهروان و شیعان و امام بزرگوار قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تشکر میکنم استاد محترم. رضای رضا چون رضای خداست، رضای رضا چون رضای خداست، رضا گر رضا شد ز ما حق رضاست. تا دیدار بعدی همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.